40 سال بعد از درگذشت آخرین پادشاه ایران، چطور تنین صدای همدلی با سلسله پهلوی سر از گوشه و کنار ایران درآورد؟ با نگاهی به کارنامه محمد رضا شاه از میهمانان برنامه میپرسیم که هواداری از سلطنت در فضای سیاسی ایران چقدر جدی است. در ادامه 60 دقیقه امشب نیاز ساخته بشه، محیط زیست نباید به خطر بیفته، جنگل نباید تخریب بشه، ولو جا مقدسه، مسجد، حوزه است، مدرسه است، خیریه. بعد از جنگل ها نوبت به کوه ها رسیده. با رأی دیوان عالی سند بخشی از دماوند را به نام سازمان اوقاف زدند. همزمان با سفر نماینده ویژه آمریکا به 5 کشور برای پیشبرد مذاکرات صلح، 50 زندانی عضو طالبان آزاد شدند. از سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میپرسیم که چرا کار گفتگوهای صلح آنطور که باید پیش نمی رود؟ آیا طالبان میدان جنگ را جدیتر گرفته تا میز مذاکره؟ هر 5 تا فوتمون الان یکی برای کرونا است. میخواید بترسیم، نترسیم، این واقعیت. جولان دوباره کرونا در ایران، معاون وزیر بهداشت میگوید تقریبا کل کشور در وضعیت قرمز است. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. 4 دهه بعد از سرنگونی نظام سلطنت در ایران، نام شاهان پهلوی در گوشه و کنار ایران تنین انداز شده، عمدتاً در اعتراض‌های معیشتی علیه وضعیت موجود. شعارهایی مثل رضا شاه روحت شاد. فرزند او محمد رضا شاه پهلوی 40 سال پیش در چنین روزی در قاهره مصر درگذشت. در تمام این سالها دستگاه تبلیغاتی حکومت در ایران سعی کرده تا از نظام گذشته چهره اهریمنی نشان دهد و شاهان پهلوی را عاملان عقب ماندگی ایران. ولی چطور کار به اینجا رسید؟ این شعارها به معنای تمایل طیفی از جامعه ایران به بازگشت نظام گذشته است؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از خشایار جنیدی. آخرین شهبانوی ایران سال گذشته بر سر مزار همسرش، پیکر محمد رضا شاه، 40 سال است اینجا در مسجد رفاعی در قاهره آرام گرفته، پس از سفری پرتلاطم که از 26 دی ماه 1357 شروع شد. مصر آخرین منزلگاه شاه ایران بود، شاهی که سلطنتش با بحران و اشغال نظامی ایران شروع شد و با بحران و انقلاب به پایان رسید. رخدادهای 37 ساله سلطنت محمد رضا شاه او را به یکی از تأثیرگذارترین پادشاهان تاریخ معاصر ایران تبدیل کرده. به نظر من مهمترین میراثی که از شاه به جا مونده گرفتن یک کشوری است در 1941 که بحران‌های جدی داشت، ولی در این حال دستاوردهای مهمی داشت که نتیجه حکومت پدرش بود و تونست در بیش و کم همه زمینه‌ها، زمینه رشد اقتصادی، فعالیت زنان، آموزش، ایجاد یک سیاست خارجی که بیش و کم مستقل بود، میراث پدرش رو ادامه بده. محمد رضا شاه پهلوی در 4 آبان 1298 در تهران به دنیا آمد. 16 ماهه بود که در 3 اسفند 1299 پدرش به همراه سید ضیاءالدین طباطبایی کودتا کرد و به سردار سپهی رسید. او پسر بچه‌ای 6 ساله بود که پدرش تاج بر سر نهاد و سلسله پهلوی را بنیان گذاشت. حالا ولیعهد کم سن و سال زیر سایه پدر مقتدرش رضا شاه باید برای رهبری آینده کشور آماده می شد. در نوجوانی برای تحصیل در دوره دبیرستان به سوئیس فرستاده شد و پس از 5 سال در 17 سالگی به ایران برگشت تا به دانشکده افسری برود. در شهریور 1320 در حالی که متفقین از شمال و جنوب به ایران حمله کردند و رضا شاه مجبور به کنارگیری شد، ولیعهد 22 ساله ایران بر تخت قدرت تکیه زد. محمد رضا شاه که در ابتدا با اشغال کشور و سپس
خودداری شوروی از خروج از آذربایجان و کردستان مواجه بود، به تدریج توانست با پشت سر گذاشتن این چالش ها موقعیت خود را مستحکم کند. اما اختلاف شاه با دکتر محمد مصدق نخست وزیر که به برکناری او در کودتای 28 مرداد 1332 منجر شد، از نقاط عطف دوران سلطنت او بود. رویدادی که هواداران شاه رستاخیز ملی توصیفش می کنند. من در کتاب نگاهی به شاه نوشتم که به نظر من در 28 مرداد شاه نبرد اون روز رو برد ولی جنگ رو باخت، برای اینکه بعد از او دیگه یک نوع قهر پیدا شد بین بخش مهمی از جامعه ایران، به خصوص روشنفکرا، حتی بخشی از طبقه متوسط با شاه. اون قهر سیاسی به نظر من یک صدمه عظیمی به شاه زد و هرگز نتونست اون طرفدارانی رو که پیشرفت‌های اقتصادیش باید براش ایجاد میکرد پیدا بکنه. با برکناری محمد مصدق، شاه در موقعیت مستحکم تری بود. محمد رضا شاه در سال 1338 برای سومین بار ازدواج کرد با فرح دیبا، ازدواجی که حاصلش 4 فرزند بود. اولین فرزندشان شاهزاده رضا جایگاه مهم ولیعهدی را در نظام پادشاهی ایران پر می کرد. محمد رضا شاه در سال 1341 مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تحت عنوان انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید اعلام کرد. از مهمترین بخش های آن اصلاحات ارضی و زمیندار کردن کشاورزان و همینطور دادن حق رأی به زنان بود. شماری از روحانیون معترض اقدامات شاه شدند، ولی قیام آنها در نهایت به بازداشت و تبعید آیت الله روح الله خمینی رهبر این خیزش دینی منجر شد. به تدریج با افزایش درآمدهای نفتی وضع مالی بهتر می شد و امکان اجرای طرح‌های عمرانی فراهم تر. دوران اوج حکومت شاه نیمه دوم دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 میلادی بود. این 10 سال دوران طلایی پادشاهی پهلوی بود. او سرانجام از پول و منابع لازم برای اجرای طرح‌هایش برخوردار بود. رونق اقتصادی با بهبود جایگاه جهانی ایران همراه شد. آمریکا در آن سالها درگیر جنگ ویتنام بود و این فرصت را برای تقویت حضور سیاسی و نظامی ایران در خلیج فارس و پر کردن خلاء به جا مانده از خروج بریتانیا از این منطقه فراهم می‌کرد. همزمان شاه سعی داشت با دیپلماسی فعال روابط خود را با همسایگان و کشورهای منطقه بهتر کند. مخالفانش اما شاه را به پیروی از اهداف استراتژیک آمریکا در منطقه متهم می‌کنند و می‌گویند شاه با خریدهای انبوه و بی حساب و کتاب تسلیحات غربی و به ویژه آمریکایی نقش جزیره سومات را در تقابل با شوروی کمونیستی بازی می‌کرد. The country he inherited in 1941 invaded, occupied, prostrate. کشوری که به او به ارث رسید، کشوری اشغال شده بود، اما کشوری که ساخت قوی‌ترین قدرت خاورمیانه و غرب آسیا و تضمین کننده عبور نفت از خلیج فارس بود. ایران روابط خوبی با همه همسایگانش داشت، حتی شوروی. بخت خوش ناشی از افزایش بهای نفت چندان دوام نیاورد. شوک قیمت نفت اقتصادهای صنعتی را دچار رکود کرد و فروش نفت ایران به سرعت کاهش یافت. بحران اقتصادی باعث به اجرا گذاشتن سیاستهای ریاضت مالی به وسیله دولت شریف امامی شد. نتیجه اش افزایش تعداد بیکاران و ناراضیان بود. ایراد اصلی که به نظر من به شاه میشه گرفت این است که آزادی های سیاسی کاملا مشروح در قانون اساسی رو رعایت نمیکرد. البته معتقد بود که بدون اون اقتدارگرایی، اون تحول اقتصادی شگفتی که ایجاد شد ممکن نمی بود. یک سال بعد
با گسترش تظاهرات ضد حکومتی در تهران و شهرهای دیگر، محمد رضا شاه پهلوی در 26 دی 1357 ایران را برای همیشه ترک کرد. سفری که قرار نبود بی بازگشت باشد. شاه به مصر رفت و چند روز بعد راهی مراکش شد. با پیروزی انقلاب، حکومت جدید بر مراکش فشار می آورد و شاه به باهاما رفت. از آنجا به مکزیک رفت و سپس برای درمان سرطانش راهی نیویورک شد. حضورش در نیویورک با تظاهرات مخالفان در آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران همزمان شد. شاه آمریکا را هم ترک کرد و به پاناما رفت و در نهایت در فروردین 1359 به مصر پیش دوستش انور سادات برگشت. همه در واقع به شاه پشت کردند. همه در فکر منافع خودشون بودند. همه در فکر این بودند که مبادا جمهوری اسلامی منافع اقتصادی انگلیس و آمریکا و نمیدونم فرانسه و آلمان رو به خطر بیندازه و جمهوری اسلامی هم رسماً اعلام میکرد که با تروریست ها قرارداد بسته برای اینکه شاه رو ترور بکنند. محمد رضا شاه پس از 5 ماه حضور و درمان در پایتخت مصر در 5 مرداد 1359 درگذشت. 2 روز بعد با تشریفات کامل نظامی در قاهره تشییع شد. شاه وصیت کرده بود که در ایران و در کنار اعدام شدگان ارتش شاهنشاهی دفن شود. وصیتی که در 40 سال گذشته امکان پذیر نبوده. خشایار جنیدی، بی بی سی. 2 مهمان داریم. شهریار آهی، سخنگوی شورای مدیریت گذار از کلم سوئد با ما هستند. آقای آهی به نظام سلطنت بسیار نزدیک بودند و همینطور فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی از مخالفان حکومت شاه بودند و سالها هم در حکومت پیشین ایران زندانی شدند. سال اول رضا آقای آهی میپرسم، حکومت ایران 40 ساله که علیه نظام گذشته تبلیغاتی سنگین و پردامنه داشته، ولی امروز در اکثر اعتراض‌های معیشتی در یادبود حکومت گذشته شعارهایی شنیده میشه یا در همدلی با اون. دلیلش از نظر شما چیه؟ با سلام خدمتتون، خدمت جناب سرکوهی. ببینید، اصلا موجب تعجب نیست اگه 25 قرن تاریخ مدون ایران رو در نظر بگیریم، هیچ نیم قرنی، هیچ 50 سالی وضع زندگی مردم اونقدر بهبود پیدا نکرد که تحت رضا شاه و محمد رضا شاه. این رو هیچ کس نمیتونه انکار کنه. و امروز که اوضاع کشور به این وضع اسفناک، در این وضع معیشتی قرار گرفته، خب مردم خاطرشون هست که ایران کشوری بود غنی و قوی و داشت به سرعت غنی‌تر می‌شد. اقتصادش از اقتصاد کره جنوبی جلوتر بود و با سرعت بیشتری داشت پیش می‌رفت. 37 سال حکومت محمد رضا شاه خون از دماغ هیچ بچه‌ای برای حمله دشمن خارجی نیامد. در حالی که به محض اینکه او رفت، 100,000 کشته شدن و میلیون‌ها عضوی از بدنشون از دست دادن. به هر حال امروز دیگه به خاطر مردم میاد که این حکومت پهلوی، رضا شاه و محمد رضا شاه چه کارهایی رو کرد. کشوری رو که راه‌های سراسری نداشت، دادگستری نداشت، یه ارتش نداشت، بانک مرکزی نداشت، برای بیماری‌های عفونی ترتیب کارهای بهی و صحی، یه چیزی مثلا سیتو پاستور که ترتیب واکسن زدن و هر بچه ایرانی رو داده بود، اینا رو نداشت. و ایران در وضعی بود که همونطوری که در گزارش خودتونم بود، در سیاست خارجیش بهترین روابط رو با همسایه‌های خودش، حتی با شوروی، با آمریکا، با همه داشت. به هر حال اون دوران یه دوران رویایی به نظر میاد. آقای سرکوهی، همین سوال من از شما هم هست. منم سلام میکنم به آقای آهی و شما و بینندگان عزیز. ببینین، چند تا مسئله هستش که اگر جدا بکنیم میشه دقیق تر صحبت کرد. نخست اینکه البته این درست هست که
گفتند که بهبود وضع معیشتی در دوران پهلوی در تاریخ ایران خوب کم نظیر بوده. و درباره اینکه این حکومت هم چه کرده با مردم فکر میکنم دیگه در این مورد منم لازم نیست صحبت بکنم، همه ما میدونیم که چه بلایی بر سر ما آمده. اما نخست این مسئله که مردم عادی در تجربه عینی زندگیشون وقتی مجبور به انتخاب بین دو چیز میشن، نه اینکه مجبور به انتخاب بین امکانهای گوناگون میشن، طبیعتاً به تجربه و حافظه جمعی و شعور جمعی خودشون رجوع میکنن و بین این دوتا یکی رو انتخاب میکنن. همونطور که در جمهوری اسلامی هم مثلا خب بین بد و بدتر میذارن، میگن یا اینو انتخاب کن یا اینو رئیسی نمیذارن. حالا نمیخوام مقایسه کنم حکومت جمهوری اسلامی رو با رقابت رئیسی و روحانی، ولی در واقع مردم رو اگر مجبور بکنی بین دوتا چیز، مردم مجبور میشن انتخاب کنن. اما روشنفکر یا آدمی که میخواد بررسی بکنه، تحلیل بکنه، طبیعتاً نمیاد فقط این دوتا رو بذاره کنار هم، چون میتواند به چشماندازهای دیگه هم فکر بکنه، به خصوص در قرن ما و با خطراتی که هر دوی اون چشمانداز اجباری دارن. ناگزیر کردن بین دو انتخاب در زندگی رخ میده، اما ما لازم نیست همیشه بهش تن بدیم، یا حداقل لازمه که تحلیلش کنیم. نکته بعدی این هستش که شما گفتید در شعارهایی که مردم دارن میدن، شعاری که برجسته هست این هستش که رضا شاه روحت شاد. چرا نمیگن محمد رضا شاه روحت شاد؟ یا چرا نمیگن راجب برای آقای رضا پهلوی؟ البته در ایران از همون آغاز انقلاب تا حالا عده‌ای بودن که خواستار بازگشت سلطنت هستند، عده‌ای هم طرفدار جمهوری هستند، عده‌ای هم طرفدار ولایت فقیه هستند. تعداد و شمار و درصد اینا رو هیچ کدوم از ماها نمی‌دونیم، چون فقط در یک انتخابات آزاد که همه بتوانن حرفشون رو بزنن و اینها مشخص میشه که هر کسی چه تعداد طرفدار داره. اما طرفداران بازگشت سلطنت در ایران هستن، من نمی‌خوام منکری بشم. اما شعارهایی که داده شده رضا شاه روحت شاد است. چرا رضا شاه؟ برای اینکه رضا شاه رو تبلیغات جمهوری اسلامی که البته ریشه در واقعیت کارنامه خود رضا شاه هم داره، این هستش که او رو کسی معرفی میکنن که با اقتدار دست روحانیت رو از حکومت کوتاه کرده و دست روحانیت از مدیریت زندگی مردم کوتاه کرده و کار بسیار خوبی هم کرده بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع پشت این شعار اگر به نگاه تحلیلی نگاه بکنیم، این هستش که جدایی حکومت از دین، جدایی دین از حکومت، و بعد هم با دادگستری قوه قضاییه را از دست روحانیت بیرون کشید، با آموزش پرورش را از دست روحانیت و مکتب خانه‌هاشون بیرون کشید و برخی از این کارهایی که میدونیم کرده، در واقع دست روحانیت رو از اداره زندگی مردم برید و این کار بسیار خوبی هم بوده. البته از شیوه هاش حالا میتونیم بحث کنیم که آیا تا چقدر درست بوده چقدر نه، اما خود کار مردم در واقع رضا شاه رو کسی میپندارن که جدای دین از حکومت و کوتاه کردن دست روحانیت از مدیریت جامعه. این خواست یک خواست دموکراتیک هست، خواست سکولار هست، خواستی هستش که اما لازم نیست حتما در یک استبداد شاهنشاهی عملی بشه، میتونه در دموکراسی هم چنین خواستی تحقق پیدا بکنه. اما نباید ما اینو قاطی بکنیم و بلافاصله ازش نتیجه گیری بکنیم برای آینده. یک نکته و گفتم فرق هست بین برخورد عام که در شعور عملی به حافظه تاریخی عملیش نگاه میکنه و بین اون چیزی که دیده انتخاب میکنه و وقتی که کسی تحلیل میکنه به راههای گوناگون انتخاب میکنه. نکته دیگری هم که باید توجه بکنیم این هستش که ما درست شاه در صدد توسعه اقتصادی ایران بود، البته بر بنیاد اقتصاد تک محصولی، و به همین دلیل هم که وقتی بحران نفت رخ داد اقتصاد ایران در مجموع شروع کرد به هم پاشیدن، چون که یک اقتصادی نبود که موزون حرکت کرده باشه، اما به هر حال میخواست توسعه بده اقتصاد. صحیح. اما توسعه اقتصادی بدون سیاست تناقض هست، یعنی این پوسته با در واقع هم رضا شاه و هم شاه بعدی کوشیدند که حالت رضا شاه در واقع خیلی بیشتر کوشیدند که ایران رو توسعه بدن، اما توسعه امر مدرن هست و آمدن در ساختار سیاسی از سنتی ترین شکل دسپوتیسم شرقی که ما در طول تاریخ اون داشتیم و همیشه هم یکی دلال عقب موندگی ما بوده بهرمند کردن، بهره بردن، و در نتیجه این تناقض به هر حال خودش رو بیرون زد. صحیح. این تناقض متأسفانه در انقلاب بیرون زد، اما بلایی که بر ما رفت خب میتونیم بعدا بحث کنیم که چرا رفت. درست. ما الان خیلی نمیخوایم به گذشته بپردازیم، یه مقداری میخوایم وضعیت حال رو بیشتر بررسی بکنیم. آقای آهی، اگه به شواهد و قرائن نگاه کنیم، به نظر شما چقدر با بازگشت نظامی مشابه نظام سلطنت، نظامی که در گذشته بوده، طرفدار داره؟ من اصلا فکر نمی‌کنم مسئله بازگشت نظام هست یا حتی اهمیت پهلوی رو به سلطنت تقلیل داد. خود رضا شاه
حتما میدونین یه جای ترجیح میداد جمهوری باشه. امروز هم صحبت هایی که پهلوی سوم شاهزاده رضا پهلوی میکنن اصلا مربوط به سلطنت یا جمهوری نیست، مربوط به دو چیزه که آقای سرکوی هم بهش اشاره کردن: سکولاریسم، جدایی دین از دولت هست، مدرنیته هست و ناسیونالیسم. ناسیونالیسم رضا شاه در مقابل نظامی که یه حزب اللهی در لبنان براش از یه مشهدی یا کرد یا ترک یا عرب ایرانی براش مهم کرد، ناسیونالیسمی که ایران رو به جایی رسوند که صدام حسین زانو زد در مقابلش 1975. ارتش چنان قدرتمندی داشت که اومد اون نصف شط العرب بود رو که موضوع اختلاف بین ایران و عراق بود دو دستی تقدیم کرد. ناسیونالیسمی که وقتی که ایران صنایع اتمی رو می‌خواست بیاره، آلمان و فرانسه و آمریکا رقابت می‌کردن که بهترین نیروگاه‌های خودشونو به ایران بفروشن. من یادم میاد آقای کربی رئیس وستینگ هاوس، رئیس سابق CIA، آقای آرتور کلهن رو به عنوان مشاور خودش آورد تهران به این خیال که خب حالا شاه میگوید چون آقای آرتور کلهن اینجا هست ما نیروگاه اتمی آمریکا رو بخریم. برعکس، شاه نیروگاه اتمی آلمان رو خرید، برای که بهترین بود، برای که انتخاب‌ها رو داشت. مثل تبلیغات جمهوری اسلامی این بود که استقلال او نداشت ما داریم، ولی استقلال یعنی حق انتخاب که شاه داشت و این شرایطی رو به وجود آورده بود برای اینکه یه ناسیونالیست واقعی، برای اینکه بهترین رو برای کشور می‌خواست. و خب حالا رسیدیم به جایی که همه چیز کشور دارن حراج میکنن و مردم بیاد اون روزا میگن. آقای سرکوی کاملا درست میگن که وظیفه روشن فکر این نیست که بده گزینه همه چیز رو تقلیل بده، باید فکر کنه، باید راه‌های بهتر رو پیدا بکنه. منم کاملا به این معتقدم، ولی امروز در مقابل این خاطره تاریخی خیلی طبیعیه که یاد شاهان پهلوی رو خیلی گرامی بدونم. گفتید خاطره تاریخی. آقای سرکوی، شما در دوره قبلی 8 سال اگر اشتباه نکنم زندان رفتید، هیچ وقت پشیمان شدید؟ هیچ وقت احساس پشیمانی کردید که نباید مثلا اونطور مبارزه میکردید، یا برای چی سر از زندان در بیارید؟ من قبل از که به این سوال جواب بدم به یک نکته بسیار مهم اشاره میکنم. آقای خیلی نکات بسیار درستی رو گفتن، ممنون. بر جدا کردن دین از سیاست تاکید کردن، بر مدرن، یعنی توسعه مدرن صنعتی و کشاورزی ایران تاکید کردن، و بر حفظ منافع ملی، حالا در قالب چی گفتن ناسیونالیسم، من میگم حفظ منافع ملی. البته تعریف های مختلف از منافع ملی وجود داره، اما اینا من باشون موافقم. اما توجه بکنید که وقتی ما گذشته رو به حال احضار میکنیم، دیگه گذشته گذشته نیست، حال هست. ایشون گذشته رو به حال احضار میکنن، اما در حال مهمترین نکته رو نمیبینن. در 3 نکته که گفتن به نظر من دموکراسی از همه این نکته ها مهمتره. یعنی بزرگترین صنایع اتمی دنیا، بزرگترین ارتش دنیا، اگر ما دموکراسی نداشته باشیم، اگر مردم حق انتخاب نداشته باشن، آزادی احزاب نباشه و غیره غیره، به نظر من هر 3 اون هدفی که ایشون گفتن شکست خواهد خورد در آینده، چنان که متاسفانه خوردیم. یعنی توجه بکنیم که چرا به مسئله دموکراسی ما تاکید میکنیم الان در شرایط کنونی. ایران نیاز به دموکراسی داره و البته این دموکراسی زمینه‌ای باید باشه برای اون چیزی که ایشون گفتن و چیزای دیگه. و یک نکته بسیار مهمتر دیگه هم هست، هیچ جامعه‌ای بدون یک حد نسبی، من به این نسبی تاکید میکنم، هیچ جامعه‌ای بدون یک حد نسبی از عدالت اجتماعی بر جای نمیمونه. بالاخره تناقض‌ها و تضادها سر بر میکنن. بنابراین دموکراسی و عدالت اجتماعی بستری است برای همه هدفهایی که ایشون گفتن و هر هدف دیگه که ما داریم. و این نکته رو اگر نبینیم و اشاره نکنیم، ما در واقع داریم برمیگردیم به همون ذهنیت استبدادی. اما حالا جواب شما رو بدم. من یک بار در دوره دانش آموزی به دلیل نوشتن یک انشاء سابقه اضافه شدم، کتک خوردم. یک بار در دوره دانشجویی ما اعتصاب کردیم، ما پول شهری، اون موقع باید شهریه میدادیم، ما قسط اول داده بودیم، قسط دوم نداشتیم، نذر نمیشدن امتحان بدیم. خیلی از دانشجو دانشگاه تبدیل خواستن دانشگاه اخراج کنن چون قسط شهریه نداشتیم. ما رو گرفتن یک بار سر همین موضوع، 3 ماه یک بارم سر همین موضوع، یک سال سیاسی هم نبود، اعتصاب کردیم سیاسی نبود، واقعا برای شهریه بود. بعد مادر خانم فرح پهلوی رو کرده بودن رئیس امنای دانشگاه ما، با ایشون جلسه گذاشتیم، من نماینده دانشجویان بودم، یکی از نمایندگان.
بعد ایشون اصلا نمیدونست دانشگاه و اینا چیه، میگفت بریم تو این حلقه های صوفی درویش بشین ببینین که حقیقت چیه. ما پول نداشتیم شهری بدیم ما رو بخواستن بکنن سر بفرستن به اجبار سربازی. البته بعدن این شهریه کلا لغو شد و کار بسیار خوبی هم بود که لغو شد، نتیجه همین اعتصاب بود، ولی خب به خاطرش 54 نفر از ما زندان رفتیم. بعدش هم یه بار گرفتن ما رو تو دادگاه، من در پرونده نه اسلحه بود نه هیچ چیز دیگه، فقط گفتم که آقای سرکوی ببخشید سوال من این بود که اصلا هیچ وقت شما فکر کردید که مثلا درست نبود یا مثلا دو جهت، یکی فکر کردید که ناحق به زندان رفتید، یا یه وقتی مثلا با خودتون فکر کردید که شاید نباید در مقابل نظام اون وقت قرار میگرفتید؟ ببخشید اگه شما پول شهریه نچ بدید دانشجو بودید کنکور قبول شدید، من نمره اولم بودم، میخوان به خاطر 450 تومن قسط دومش بود بیرونتون کنن از دانشگاه، احتساب بکنین این بعدا پشیمون میشین میگین حق نبودید. نه برگردیم به اصل قضیه، ما میخواستیم دموکراسی در دانشگاه باشه، میخواستیم اتحادیه دانشجویی باشه، البته این خواستار هم داشتیم نه که فقط شهریه. اما در کل من میخوام بگم ببینین مخالفان شاه دو گروه بودن، یک گروه بودن کسانی مثل کسانی که خواستار مدرنیته بودن، پیشرفت بودن، بعضی هاشون البته خواستار دموکراسی بودن، بعضی هاشون متاسفانه خواستار اشکال دیگر دیکتاتوری پروتاریان هم چی اینم بود توشون البته. اما یک جنا گروه دیگری بود که بخشش در خود دربار بود بخشش بیرون از دربار بود، و این گروه خواستار احیا و بازگشت سنت ها بودن. در دربار با سرمایه‌گذاری دفتر خانم پهلوی با یک کسی مثل دکتر نصری زنجوانی و فلسفه که طرفدار خلافت اسلامی بود، همون کمای سرکوی، بعد یه عده هم بودن که بیرون مثل آل احمد نمیشه، یه عده هم بودن مثل ما. حالا متاسفانه به دلیل وقتی که مردم برخ انقلاب شد هیچ انتخاب دیگری برای اونها نمونده بود، هیچ نهاد سیاسی نبود، حتی جبهه ملی نبود، نتیجتا نماینده فرهنگی اکثریتی که پشت مدرنیته مونده بودن اونا اینها اون به عنوان نماینده سیاسی خودشون انتخاب کردن. این بحث دیگریه. شخص من معتقدم که شاید ماها که مخالف بودیم با نظام پهلوی میتونست راهها و شیوه های گوناگونی دیگری رو هم انتخاب بکنیم، اما ان ندادن به دیکتاتوری حق هر آدمی. بسیار خب، خیلی وقتمون کمه آقای آهی، شما در حدود 40 ثانیه دارید که جمع‌بندی بکنید و آقای سرکوی هم در همین حدود وقت دارن، بفرمایید، خواهش میکنم. البته عرضمم موضع شورای گذار نیست، موضع شخصی خودمه، ولی هزار بار من موافقم با چیزی که آقای سرکوی گفتن که شرط موفقیت همه اون چیزهای خوبی که داشتیم و امیدوارم در آیندهم خواهیم داشت دموکراسی است. و همینه تأکید اتفاقا پهلوی سوم شاهزاده رضا پهلوی اینه که اگر عصر پدر بزرگم برای کشور سازی بود، پدرم برای توسعه اقتصادی و وضع معیشت و بهی و صحی و نظامی و اقتدار ایران بود، زندگی من، دوران من، دوران گسترش مشارکت هست، برای اینکه بدون اون به هیچ چیز نمیرسه. کاملا درست میفرمایید. آقای سرکوی شما چی فکر میکنید؟ من خوشحالم از این هم نظری، منتها نگرانم که یک نفر بیاد بگه دوران من دوران دموکراسی، دوران ملت با دوران دموکراسی باشه. ما هیچ کسی نباید پدر ملت ما باشه برای ما دموکراسی بیاره. دموکراسی نهادینه کردن دموکراسی در میان مردمه و نه هیچ شکل دیگه، هر شکل دیگری بوی استبداد میده. منم خوشحالم که ایشون میگن دموکراسی و طبیعتا در این نقطه ما هم نظریم، زمینی که من دموکراسی و عدالت اجتماعی رو در پیوند با هم میبینم. بسیار ممنونم از فرج سرکوی، نویسنده و روزنامه‌نگار در فرانکفورت آلمان، و شهریار آهی، سخنگوی شورای مدیریت جریان گذار در استکهلم سوئد. در واکنش به انتشار خبر واگذاری بخشی از کوه دماوند به سازمان اوقاف و اعلام شد که بخشی از جنگل‌های سالی، سازمان جنگل‌ها و بعضی از مقامات دولتی به مخالفت برخواسته و گفتند که اراضی ملی قابل وقف نیست. در این میان رئیس قوه قضاییه امروز ظاهراً در دفاع از موضع سازمان جنگل‌ها به شدت علیه ساخت و ساز در مناطق طبیعی و محیط زیست موضع گرفت، ولی به وقفی شدن بخش‌هایی از جنگل‌های ساری و کوههای دماوند اشاره مشخصی نکرد. بحث بر سر مالکیت ملی یا وقفی اراضی طبیعی حالا زیر ذره بین افکار عمومی و جامعه مدنی قرار گرفته. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. اول جنگل‌های ساری، بعد مراتع دماوند. تشکیلات قضایی ایران به فاصله تنها چند روز حکم داده که بخش‌هایی از این مناطق اراضی وقفی اعلام شود. در جنگل‌های ساری این اراضی به نام یک روحانی سالخورده سند زده شد که تقاضا کرده درختان کهنسال آق مشهد را قطع کند تا بنای این امامزاده را توسعه دهد. در دماوند
این اراضی به نام سازمان اوقاف سند زده شد. سازمان قدرتمندی که میخواهد به عنوان خیریه مذهبی در ایران شناخته شود، اما به مالکیت مناطق وسیعی از طبیعت ایران چشم دوخته است. از موقوفاتی که تحت مدیریتمون هست، تعداد 50,000 پلاک ثبتی فاقد سند مالکیت داریم. برنامه‌مون هستش که هرچه سریعتر املاک تحت مدیریت خودمون رو جهت جانمایی و تثبیت مالکیت با همکاری دوستانمون در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دنبال بکنیم. ولی تصاحب مناطق وسیعی از اراضی ملی و طبیعی ایران چیزی نبود که از نگاه مردم پنهان بماند. به غیر از 5600 هکتار از جنگل‌های ساری که معادل مساحت بیش از 5000 زمین فوتبال است، حالا نزدیک به 3000 هکتار دیگر از مراتع دماوند نیز که نقطه شروع آن در این تصویر دیده می شود، از مالکیت ملی درآمده. حالا علاوه بر مردم عادی، جامعه زیست محیطی و همینطور بعضی از مقامات دولتی برآشفتند و میگویند اراضی ملی وقفی نیست. بعد خداوند متعال بخوام ان شاء الله در این دست فضا تا حدی منفی شده که امروز رئیس قوه قضاییه هم صدا با ناراضیان تلویحا خود را وارد بحث کرد. اگر ببینیم تو یه جایی باب تخلف باز شده، نگاه کنیم ببینیم یک جایگاهی است که با ثروت یا قدرت ارتباط داره، به این باب تخلف رو باز میکنه، دیگری هم میگه آقا فلان جا ساخته، سازمان فلان هم اینجا ساخته، سازمان ایجاد کرده. روشن نیست که اشاره ابراهیم رئیسی به سازمان اوقاف بود یا نه، چون مشخصا حرفی از جنگل‌های ساری یا کوههای دماوند نزد. ولی برای ابراز مخالفت با ساخت و ساز در این مناطق، پشت گفته‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران قرار گرفت. آقا وقتی که اسم می‌برن از جاهای مقدس تو فرمایشاتشون، میگن جا ولو خیلی مقدسه، نیت خیلی مقدسه، اما در جای غیر قانونی نباید ساخته بشه، محیط زیست نباید به خطر بیفته، جنگل نباید تخریب بشه، ولو جا مقدسه، مسجد، حوزه است. اشاره ابراهیم رئیسی ظاهرا به این صحبت‌های چند سال پیش آیت الله خامنه‌ای بود. شهر بازی درست کردن و جذب نمی‌دونم عرض کنم که گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرسه علمیه. علاوه بر این، در استفتایی که قبلن از آیت الله خامنه‌ای شده بود، او چنین پاسخ داد: چون جنگل ها و مراتع اموال عمومی هستند، ملک خاص نیستند و وقف آنها توسط هیچ فردی صحیح نیست. این موضع‌گیری های چند سال گذشته آیت الله خامنه‌ای همواره مورد استناد فعالان محیط زیست در دعواهای حقوقیشان در پرونده های زمین‌خواری بوده. اما واقعیت این است که این پاسخ‌ها و گفته‌ها کمکی به کاهش زمین‌خواری و ویلاسازی و ساخت و سازهای بی‌رویه که طبیعت ایران را ذره ذره می‌بلعد نکرده. واقف باید مالک باشد. حقوقدانان مشغول بحث در این باره هستند که آیا اراضی ملی قابل وقف است یا نه. به گفته آنها، مجلس ایران می‌تواند با تصویب یک ماده واحده وقفی شدن کلیه اراضی ملی را غیرقانونی اعلام کند. ولی ورود به این وادی بستگی به اراده سیاسی حکومت دارد که آیا می‌خواهد تشکیلات مذهبی ایران همچنان سلطان قدرت و ثروت باشند یا سلطان دلها. سیاوش اردلان، بی بی سی. سعی می‌کنیم که در این زمینه گفتگوی هم داشته باشیم با یک کارشناس بوم شناسی، ولی فعلا اجازه بدید که بریم به موضوع بعد. منابعی در حکومت افغانستان و طالبان تایید میکنند که دیروز 50 زندانی دیگر عضو طالبان مطابق فهرست این گروه آزاد شدند. یک منبع دولتی به بی بی سی گفته که ممکن است تا عید قربان زندانیان بیشتری در راستای روند صلح آزاد شوند. حکومت بیشتر گفته بود از میان فهرست 5000 عضو زندانی طالبان، نزدیک به 600 نفرشان متهم به جرایم مختلفند و آزاد نخواهند شد. همزمان زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، دور تازه سفرش را به قطر، پاکستان، افغانستان، نروژ و بلغارستان شروع کرده تا مسئله مبادله زندانیان را حل کند. گفتگوی داشتم با سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، و ابتدا از او پرسیدم که آیا آزادی 50 نفر از این فهرست 600 نفره مورد مناقشه دو طرف است؟ بله، جزی همان لیستی هستند که ما تقاضا داشتیم و اون لیست قبلا سپرده بودیم به طرف مقابل. دولت افغانستان می گفت که بسیاری از این افراد مرتکب جنایت شدند، مرتکب جرم شدند و در خارج از اون توافق نامه هستند.
آیا حالا که 50 نفر رو آزاد کردند شما این رو نوعی عقب نشینی یا انعطاف از طرف مقابل میبینید؟ به نظر ما این توافقنامه سیاسی است. در افغانستان جنگ است و طبعا در جنگ دو طرف زخمی و کشته میشه. ما هیچ وقت به طرف اداره کابل نگفتیم که ما زندانی های شما رو رها نکردیم چون جنگ کردن و آنها هم باید نگوین و اگر یا قسم برخورد میکنه یه خلاف توافقنامه دوحه است و باعث تاخیر پروسه صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی میشه. ولی آقای شاهین اونا میگن که مثلا بعضی از این افراد متهم به گرفتن راه ها هستند، متهم به حتی تجاوز جنسی رو هم مطرح کردند، افرادی نیستند که در جنگ با دولت گرفتار شده باشند. یه حقیقت نداره، یه اتهامات است، محض اتهامات بی اساس است و به نظر ما برای به تعویق انداختن و تاخیر کردن پروسه صلح و برای ایجاد موانع در راه آغاز مذاکرات بین الافغانی است. به نظر ما این خلاف تقاضاها و خواستهای مردم افغانستان است و با پروسه صلح نقص میرانند. باید از همچو برخورد و تعامل جلوگیری کنند. آقای شاهین، از قول مقام های دولتی گفته شده که گویا وقتی افراد طالبان آزاد میشن بلافاصله به جبهه میپیوندند و وارد درگیری میشند. در مواردی هم گفته شده که شماری از اونها چند روز بعد از آزادی از زندان کشته شدند یا دستگیر شدند. پاسختون چیه؟ شما در این مورد ما که ما پست کردیم و را دیده باشین که علیه زندانیانی که زندانیان ما که از طرف رهبری ما برایشان گفته شده که در خانه هایشان بانن و در خانه هایشان بودن، سرشان حملات درون کردن و حملات نابهنگام کردن و وارا توقیف کردن، حتی برایشان کمین گرفتن تا که وارا وادار کنن که از خانه هایشان براین و جای دیگه پناه جوین. یه تاکتیک است، اما ما هیچ ضرورت نداریم با افراد بشری دیگر، کسانی که تا اکنون هم ما 2 سال 3 سال افراد ما انتظار میکشند، مجاهدین ما، تا که برن به جبهه. ما با این افراد هیچ ضرورت نداریم، بلکه بارها گفته شده که وا تعلیم خود مکمل کنه، علاج خود مکمل کنه و امرای فامیلایشان زندگی کنه. این هدایت جدی از طرف رهبری ماست. مذاکرات بین الافغانی با این حساب کی شروع میشه آقای شاهین؟ مذاکرات بین الافغانی وقتی که زندانیا رها شدن، زندانیای ما در ظرف 1 هفته ما آماده هستیم که مذاکرات بین الافغانی را شروع کنیم و این را ما قبلا واضح به رسانه ها گفتیم. آقای شاهین، البته خب توافقی که صورت گرفته با آمریکایی هاست، آمریکایی ها به قول خودشون عمل کردن، در پایان 135 روزگی اجرای توافق نیروهای خودشون رو کاهش دادن، 5 پایگاه رو تخلیه کردن، ولی در این حال شما متهم هستید، گروه طالبان متهم هستند که خشونت ها رو افزایش دادن به جای اینکه خشونت ها رو کاهش بدن، درگیری ها گسترده تر شده. نه خیر، ما افزایش ندادیم بلکه کاهش دادیم. ما در شهرها و در پایتخت کابل حملات نکردیم طوری که قبلا در اینجا حملات میشد. این کاهش است. قبلا روز 150 حمله میشد، 120 حمله میشد، اما فعلا تقریبا به او حساب تا 40% تقلیل یافته است. همچنان شما مصاحبه دکتر خلیلزاده
خوانده باشین و شنیده باشین که گفتن که نسبت به سال 2019 امسال خشونت به اصطلاح او و تقلیل یافته است. عملیات ما تقلیل نموده است نسبت به سال گذشته. ولی دولت افغانستان نظر دیگه ای داره، گویا اینکه شما در روستاها، در ولسوالی ها، در شهرهای کوچکتر حملاتتون بیشتر شده و به همین نسبت تلفات هم بالاتر رفته. بعضی باعث حملات است، مثلا آنها میان در مناطق ما پسته ها را ایجاد میکنن، پسته های نظامی را ایجاد میکنن در مناطق استراتژیک. مثلا آنها میان کاروان های نظامی را از مناطق که تحت سیطره ماست از اونجا میگذرانن. این باعث حملات و درگیری میشه. باید و این کارا را نکنه تا که خشونت هنوز هم تقلیل بیابد. گفتگوی من بود با سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر. صبرینا ثاقب، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از تورنتو کانادا با ما هستن. خانم ثاقب، از نظر شما مشکل در کجاست؟ مشکل بیشتر از طرف دولت، سردرگمی در دولت، یا از طرف طالبان، عدم اراده کافی؟ فکر میکنم مشکل از جوانب به مختلف هست. یک مشکل حادی که به هر حال پروسه صلح و گفتگوهای صلح رو تعویق انداخت همین بحث یا شرط آزاد کردن زندانی ها بود و این مشکل به نظر من بیشتر از طرف دولت افغانستان هست، چون اگر اونا ملاحظه ای داشتن در نحوه رهایی و یا رهایی تعدادی از زندانی ها و رها نکردن باقی از اونها و دلایلی که دولت اعلان کرده، از جمله اینکه اینها متهم هستند به جرائمی، باید در ابتدا اعلام میشد. پیش از اینکه اینها شروع بکنن به رهایی، باید شرط های خود را دولت افغانستان هم میذاشت یا میتونست وارد مذاکره و گفتگو شه. چون دولت افغانستان در اون مقطع در به اصطلاح توافقنامه که بین دولت امریکا و طالبان صورت گرفت شریک نبود، طبیعی است که این مشکلات بعداً یا در یک مقطعی باید بیرون میشد. یک مشکل همین مشکل هستش. مشکل دیگه هم طبعا مشکل انتشار ویروس کرونا و ای که در افغانستان و در همه دنیا تمام فعالیت هایی که رو در رو باید صورت میگرفت و حضوری باید صورت میگرفت، او را هم به تعویق انداخت. و دیگه ای که افزایش خشونت هاست از دو طرف، هم از طرف گروه طالبان و هم از طرف دولت افغانستان. جنگ و نبرد شدت یافته، هرچند این جنگ یا نبرد شاید در مراکز شهرها نبوده باشه اونطور که در مصاحبه هم صورت گرفت، ولی در اقصی نقاط افغانستان در نقاط دوردست این خشونت ها بیشتر شد. همه اینا موانعی هستش که سر راه پروسه مذاکره و پروسه صلح در افغانستان موانع جدی هستش و دیر یا زود برطرف خواهد شد. خوشبختی هست که پروسه آغاز شده، طبیعی است که فراز و نشیب هایی داشته باشه، عدم توافق وجود داشته باشه و در اثر گفتمان های بعدی و پیش رو این مشکلات هم حل خواهد شد. من مطمئن هستم که زندانی ها هم آزاد خواهند شد، چون دولت افغانستان چاره جزی نداره و پذیرفته که در این معادله حضور داشته باشه و سهم خود ادا کنه. هرچند من شخصا مخالف آزادی زندانی ها در ابتدا و در این مقطع بودم. اگر کار طول بکشه، همونطور که شما اشاره کردید، گفتید که احتمالش هست، زمان به نفع طالبان یا به نفع دولت افغانستان با توجه به اینکه خب ما انتخابات آمریکا رو هم در پیش رو داریم و این انتخابات به تبع آثاری خواهد داشت برای افغانستان؟ به نظر من زمان، گذشته زمان به نفع هیچ کسی نیست، هرچند این پروسه، هر چقدر این پروسه زودتر به نتیجه برسه به فایده همه است. تمام جوانبی که در قضیه صلح افغانستان دخیل هستند از کوتاه شدن زمان مستفید خواهند شد و فایده خواهند برد، چه آمریکا به سبب انتخاباتی که پیش روی داره، افغانستان به سبب شرایطی که داره و گروه طالبان و یا همسایه‌های افغانستان به خاطر به اصطلاح کاهش هزینه‌هایشان و تلفاتشان در جنگ برگشتن به افغانستان و یک زندگی آرام. و فکر میکنم گذشت زمان به نفع هیچ کسی نیست، اما
نباید توقع داشته باشیم که ما زمان را به صورت مصنوعی کوتاه بکنیم و در کیفیت پروسه صلح صدمه وارد کنیم. همه پروسه های صلح باید زمان گیر باشند، باید فرصت گفتگو و مفاهمه فراهم شود تا مطمئن باشیم که صلح یک صلح دوامدار و یک صلح عادلانه و به نفع تمامی گروه ها خواهد بود. ممنونم از صبرینا ثاقب، نماینده پیشین پارلمان از تورنتو کانادا با ما. و همونطور که اشاره کردیم، معاون رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتشار خبر واگذاری بخشی از کوه دماوند به سازمان اوقاف گفته که این کوه اثر ملیه و امکان وقف اون وجود نداره. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران با ما هستند. آقای کهرم، اختلاف جامعه زیست محیطی با متولیان موقوفات چقدر سابقه داره؟ میدونیم که حدود 20% از اراضی طبیعی ملی ایران وقفی برآورد میشن. چقدر خصوصا دو پرونده اخیر موضوعات تازه‌ایه؟ اینها موضوع تازه نیستن. ملاحظه بفرمایید، آقای احمدی نژاد در آخرین روزهایی که در دفترشون بودن یه جمله ترسناک رو بیان کردن، الان در ذهن بنده است. ایشون گفتن برای دور زدن تحریم ها ما فراموش کردیم که از منابع جنگل ها استفاده بکنیم. یعنی در منتالیتی و طرز فکر ایشون این مباح و جایز بود که بریم دونه دونه این درخت ها رو بکنیم، بندازیم، بفروشیم به خاطر اینکه با تحریم ها مقابله بکنیم. این گفته ایشونه. الان رؤیای صادقه ایشون به عمل رسیده. شما ببینید که در جنگل های 20 کیلومتری جنوب ساری، جنگل های آغمشهر که یک نمونه از زیبایی های بکر جنگل های هیرکانه است، الان یه نفری آمده و مدعی شده که حدود 5600 هکتار از این جنگل ها متعلق به ایشون وقتی است که به ایشون رسیده. بذارید من یه توضیح بدم. راهی این افراد که ایشون به نام آقای خی معرفی شده، این افراد دارای یک سند، بنچاق و یا یک ورقپاره‌ای هستن که برمیگرده به 200 سال پیش و نوشته اینقدر از زمین متعلق به اینه و بعد میرسه به ارث به این شخص، اینو برمیداره میبره با نفوذ مقامات محلی ادعا میکنه که این جنگل مال ایشون، در حالی که وقت نمیتونه از انفال باشه. انفال دارایی های مردمه که تحت کنترل دولته. وقت در خصوص کسانی است که املاکی دارن، مستقلاتی دارن و یا وسایلی دارن، اینو وقف میکنن. 99 ساله، 100 ساله غیره که میگن بعد از فوت ما این مورد استفاده عام قرار بگیره. حالا این گسترش پیدا کرده به کوه دماوند. کوه دماوند نماد ملیه، نماد استقلال ماست. آقای کرم ببخشید، حرف از اینه که گویا یک مرتعی هست در کوه دماوند. این چقدر تغییر ایجاد میکنه؟ آیا موضوع کم اهمیتیه؟ اگر مرتع هم باشه نمیتونه طبق اون تعریفی که بنده از کردم این بیاد تحت نظر موقوفات انجام بگیره. نه خیر، میلیاردها سرمایه در همون منطقه هست که در کوه دماوند از ارتفاع 0 تا 100 وجود داره. اینها رو نمیتونیم ما به وقت به هیچ سازمانی به هم تشکیلاتی بدیم. خوشبختانه نظر رئیس قوه قضاییه کاملا صاحب و درست بوده، گفتن نمیتونید جنگل رو ما وقف بکنیم، نمیتونیم کوه دماوند رو وقف بکنیم. این چه تعبیریست؟ این چه تفسیریست؟ این رؤیای آقای احمدی نژاد که داره محقق میشه. صرف نظر از اینکه مقام ها چی میگن، آقای کهرم، 5000 هکتار از اراضی ساری وقفی اعلام شد، درختای مثل توسکا، ممرز، بلوط اونجا هستن. اگه ساخت و ساز بشه مثلا،
اگر فرض بفرمایید در این تحت تملک فردی قرار بگیره، آیا مردم محلی اونقدر حساسیت دارن که جلوی این چیزا رو بگیرن؟ چون خیلی از این ساخت و سازها ممکنه که مثلا رنگ و بوی اعتقادی و مذهبی داشته باشه و مردم هم ممکنه که خیلی دیدگاه‌های محافظه‌کارانه داشته باشن. کاملا درسته. ببینید رفتن در گوسفند سرا حدود 1000 متری قله دماوند، رفتن اونجا یه مسجد ساختن که مؤمنان برن اونجا نماز بگذارن، در حالی که همین مسئله باعث شد که گیاهان و خاک لگدمال بشه و یه پدیده‌ای به نام گال ایروژن و یا فرسایش ناودانی ایجاد بشه. همین مسئله در هیمالایا باعث شکاف خوردن کوه شد. ما کوه دماوند رو به عنوان سمبل تاریخی ایران باید بسپریم دست طبیعت، نه اینکه هر کسی به هر بهانه‌ای بیاد و یه تخریبی تغییری درش ایجاد بکنه. من خوشحالم که نظر رهبری و نیز رئیس قوه قضاییه کاملا موافق با دید کسانی است که اهل مطالعه محیط زیست هستند و اینها باعث خواهد شد انشالله که این جور موقوفات به هم بخوره و اینها به دل طبیعت بازگرد. خیلی خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه وقت داریم آقای کهرم، افکار عمومی به نظر شما در مقایسه با قبل توجهش به موضوع جلب شده یا هنوز خیلی مشکل هست؟ خیلی جلب شده، خیلی ترقی هست. ببینید ما الان میبینیم یه دونه خرس و مثلا در شمال ایران میزنن، کشاورزا میکشن، تمام ایران منقلب میشه، تمام ایران اعتراض میکنه. شما مقالات روزنامه امروز و دیروز رو در مورد آب مشهد، جنگل آب مشهد و نیز همین کوه دماوند مطالعه بکنید، عکس العمل مردم بی نظیره. شاید برخی ادعا بکنن که کافی نیست، ولی بنده وقتی مقایسه می کنم با عکس العمل مردم در گذشته، الحق احساس رضایت می کنم از عکس العمل هموطنان عزیز. بسیار بسیار ممنونم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و بومشناس از تهران با ما. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید تهران منبع پخش ویروس کرونا به بقیه کشور است و تقریبا کل کشور در وضعیت قرمز قرار گرفته. ایرج حریرچی گفته تا وقتی که ابتلا کاهش نیابد، آمار مرگ و میر روزانه بالای 200 نفر خواهد بود. طبق آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیشتر از 2300 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند و 216 نفر هم به دلیل این بیماری جانشان را از دست دادند. تصمیم به برگزاری کنکور سراسری و مراسم عزاداری محرم در چنین شرایطی بسیاری از مردم را نگران کرده. همکارم فرین عاصمی گزارشی دارد در همین باره. کرونا در ایران نرفته برگشت. از هر 5 تا فوتمون الان یکی برای کرونا است. میخواید بترسیم نترسیم، این واقعیت روز ماست. آنچه به مرگ‌های 200 تایی معروف شده، از اینجا به بعد مرگ‌های ما 200 تا شده. در این میان پایتخت ایران حال خوبی ندارد و 9 شهرستان آن در وضعیت هشدار هستند. تهران الان به منبع پخش بیماری در کشور تبدیل شده، چون همه میان اینجا یه مجاورتی پیدا میکنند، نه اینکه مقصر یا عامل اصلی است، ولی یه جایی که چرخش زیاد، خصوصا اطراف تهران، یعنی شهرستان‌های اطراف تهران، البرز، بعد همینطور زنجان و قزوین و شمال و اینا. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تا به حال 291172 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شدند. 15700 نفر جان خود را از دست دادند و 253213 نفر بهبود پیدا کردند. بعضی از مقام های بیمارستانی و مرکز پژوهش های مجلس آمار واقعی را بسیار بیشتر از آمار رسمی می دانند. وزارت بهداشت اعلام کرده 12 استان در وضعیت قرمز هستند و 13 استان در وضعیت هشدار. برگزاری مراسم عروسی و عزا و همایش ها ممنوع شده. باشگاه ها و تالارهای پذیرایی هم تعطیل شدند. اما دیروز حسن روحانی گفت عزاداری محرم حتی در استانهایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز و زرد هستند باید برگزار شود.
اصل عزاداری انشاءالله با شکوه و با عظمت مثل همه سالها خواهد بود. تو اون شکوه امسال ماسک هم جزو اون شکوهه. و توضیح داد برای چرخیدن چرخ اقتصاد بازگشایی لازم است. این ممنوعیت ها و این محدودیت ها بعضیش خودش مشکل آفرینه. خب وقتی همه رو شما میبندی تولید متوقف میشه. اما حسن روحانی درباره مشکلات احتمالی که تعطیلی مراسم عزاداری ایجاد خواهد کرد صحبتی نکرد. درآمد عمده روحانیون و مداحان از عزاداری و مداحی است و تعطیلی این مراسم در ایامی مانند محرم به کاهش درآمد آنها منجر خواهد شد. وزارت بهداشت هم از بررسی پروتکل‌های بهداشتی در مورد برگزاری مراسم محرم خبر داده. در این میان برگزاری کنکور سراسری در این شرایط بسیاری از خانواده‌ها را نگران کرده. استاندار تهران گفته این آزمون با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک برگزار خواهد شد. اما جواد نیکبین نماینده کاشمر از برگزاری کنکور انتقاد کرده. بین برگزاری کنکور و سلامت دانش آموزان و دانشجویان کشورم، سلامت سرمایه های اصلی این کشور یعنی جوانان و دانشجویان را باید مد نظر داشت. ستاد ملی مبارزه با کرونا با جدیت ورود کند. تا تضمین 100% سلامت این عزیزان، هر گونه اقدام را پر ریسک و بی تدبیری می دانم. وزارت بهداشت گفته اولویت سلامت داوطلبان کنکور است. هرچند این اطمینان خاطر دادن ها خیال همه را آسوده نکرده. فرین آسمی، بی بی سی. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی ببینید. bbcpersian.com آدرس ماست. ما کانال یوتیوب هم داریم. بر روی کانال یوتیوب هم هر روز برنامه 60 دقیقه گذاشته میشه در کنار ویدیوها و همینطور بخش‌های خبری. ما میتونید به یوتیوب ما هم مراجعه کنید و همینطور در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و فیسبوک به صفحات ما میتونید سر بزنید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. اگر بخواید که خبرهای تازه‌تر رو ببینید، همیشه بعد از برنامه 60 دقیقه یک بخش خبری هم داریم نیم ساعت بعد از اون، و البته میتونید برنامه چشم‌انداز رو هم تماشا بکنید. شب و روز بر شما خوش.